تا حالا با این سیستما کار کردین؟ سیستمایی که سخت افزارشون هیچ فرقی با زغال ندارن. میدونستین بازی‌های خفنی وجود دارن که میشه حتی با این سیستم زغالی‌ها بازی کرد و حسابی باهاشون کیف کرد؟ خب تو این ویدیو قراره چند تا از خفن‌ترین بازی‌هایی که مخصوص سیستم‌های زغالی هستشو بهتون معرفی کنیم. پس آقا تویی که با این سیستما کار می‌کنی یا اصلا این سیستم غول داری، تا آخر این ویدیو رو ببین که بازم یه سری بازی خوب بهت معرفی میشه. پس بریم سراغ بازی‌ها. سیویلیزیشن شماره ششم. آقا یک تا پنجش کو؟ یک بازی با تم تاریخی، با تمدن‌های مختلف از حکومت‌های قدرتمند قدیمی. تو این بازی مثل هر بازی استراتژی دیگه‌ای از یه دهکده کوچولو مچولی خوشگل گوگلی شروع میشه و به یک ابرقدرت جهانی تبدیل میشه. برای رسیدن به این پیروزی بزرگ باید باسن خودتون رو جر بدید از وسط. نه واقعا باید جر بدید. جدی میگم، جر بده، ادیتور جر بده، بدو. آقا دیگه همه تون با بازی جنگای صلیبی جنرال و هر کوفتی که باید از بالا همه چی رو میدیدید و همه چی رو باید تحت کنترل خودتون میگرفتید آشنایت دارید. اما تا حالا به این فکر کردید که چقدر خوب میشد اگه یه گیمی ساخته میشد که باهاش میتونستیم مثل کوروش کبیر رهبری کنیم و تمدن قدیم ایران رو دوباره باهاش زنده کنیم؟ تو بازی سیویلیزیشن 6 میتونی این کارو بکنی. از اونجایی که توی نسخه‌های قبلی بازسازه این بازی تمدن ایران و ایرانی رو نشدیدن و نخوندن و ندیده بودن، ما توی این لیست این یکی بازی گذاشتیم. شما میتونین توی یه نسخه ششم از بین 18 رهبر مختلف این بزرگوار رو انتخاب کنید. تو پیش کوروش بزرگ پارسی استاده ای، دانم که زود دوست شده. ای جان ریش تو بلایسم. خلاصه اگه از این بازی که از بالا نگاه میکنی و همه چیو کنترل میکنی دوست داری، این بازی بالی رو سگ آقای پتیبل هم بالا میاد. بازی کنی. اوماری، با سلام خدمت شما بینندگان ممنتو، این جانب دکی سیاه آمدم تا توجه شما را به بازی دارک و ترسناک اوماری جلب نمایم. اوماری کوتاه شده یک کلمه ژاپنی به معنای فردی منزوی و بدبخت می باشد. این بازی طوری طراحی شده که بر ذهن افراد تأثیر منفی گذاشته و آنها را به کام مرگ می کشاند. این بازی به طوری ترسناک است که می توان تولیدی آن را با هر بازی دیگری که باعث خودکشی بسیاری از جوانان شده تشبیه کرد. شاید با اولین تصویری که از این بازی ببینید با خودتان خیال کنید که این بازی مثل بازی ماریو نویسند ماریو چیه؟ دکه سیاه هم گارچ خور برای بچه هاست. اما باید به اطلاع شما برسانم که این بازی تا کنون 100 قربانی داشته و شما اگر میخواهید زندگی خودتان را به یک جای سگ بدهید و به مشکلات شدید افسردگی مبتلا شوید و بعد از اونم ریق رحمت را سر بکشید، این بازی مخصوص شماست. همین موضوع نشون میده که این بازی رو بگذاریم. خلاصه که حواستون باشه دارین بازی میکنید. فرشاد بیاد بقیهش بگو. چرت و پرت باز نوشته ایلومیناتی. بله آقا درسته، این بازی تأثیر خیلی زیادی روی روحیه آدم میذاره، ولی ما این همه خودمون رو جر دادیم، حتی راجبش ویدیو هم ساختیم که آقا یه سری بازی ها برای هر سنی مناسب نیست و هر کسی نباید بازیشون کنه، بازم کسیش گوش نکرد. کلا این بازی رو استودیوی اوموکت توی سال 2020 ساخته. این بازی کلا گیم پلی خاصی نداره، ولی آرت بازی، موسیقی فوق العاده و داستان بازی خیلی مجذوبت میکنه. در کل اگه بازی ترساکی میخوای که مدت ها فکرتو درگیرش کنی و البته از شدت دارک بودن این بازی به خودت برینی، این بازی رو از دست نده. میروزه شده که از دست یکی فرار کنی، یه فرار موفقیت رو میذاشته باشی؟ اصلا تا حالا شده فکر کنی به پارکو؟ اگه عاشق این هستی که از دیوار راست بالا بری بعد دنبال یه هیجانم هستی، این بازی رو حتما تجربه کن. اما نه نسخه جدیدش که ریده، بلکه اولین نسخه که این بازی اومده. کلا این بازی هم گرافیکش بالاست هم گیم پلیش خفنه و تو زمان خودش هم حسابی ترکونده. شخصیت اصلی این بازی هم یه دختر و داستان از جای شروع میشه که این آبجیمون توی تظاهرات نظارگر کشته شدن افراد زیادی توسط پلیس بوده و از قضا خواهرش چی داری میگی داستان همشو گفتی که پاشو به خودتون بازی کنی. میخوام گیم پلی این بازی رو براتون تو چند تا جمله خلاصه کنم. خلاصه یه بار دیگه میگم، اگه به علاقه داری میتونی بری این بازی رو با خیال راحت بازی کنی. اسپید فور نید ماست وانتد، البته این نه، این نسخه.
خب بچه ها دیگه هممون اسپید فور نید یا همون سرعت برای نیاز رو میشناسیم، یا حداقل باهاشون بازی کردیم و خاطره داریم، یا حداقل باهمون بازی کرد و باهاش خاطره یا خاطره داریم باهاش، یه جوری بالاخره اسمشو شنیدیم یه جوری دیگه، حتی منی که ژله هم بازیش کردم دیگه در نظر بگیر. خب حالا شاید با خودتون بگید که چرا بین تمام نسخه های اسپید فور نید نسخه 2012 رو آوردید توی این لیست. عرضم به خدمتتون که خوبی این بازی نسبت به نسخه های قبلیش گرافیک سخمه تگشه که واقعا تعجب میکنه روی سیستم های ضعیف این اجرا بشه. حالا که اینا رو بهت گفتم حتما دارید به خود میگی که بابا این بازی حتما داستان خیلی جذابی هم داره، ولی نه اصلا داستانش جذاب نیست. جدی از یه ماشین بازی توقع چه داستانی رو داری؟ میشه بهم بگی همین الان؟ خب من نفهمیدم چی گفتی، ولی بده. بیشتر از داستان تو این بازی شما به هیجان نیاز دارید که این بازی شما رو با هیجانش قورت میده مثل من. اینم بگم بعد برم، امتیازات این بازی هم قالب قبوله و قطعا یکی از بهترین بازی های مسابقه‌ای و ریسینگ و ایناست. Left 4 Dead توی یه دنیای ترسناک با کلی مرده متحرک، جایی که مردم اونجا با بیماری عجیب و غریب تبدیل به زامبی های ترسناک شدن و فقط 4 نفر هستن که باقی موندن، تو جز اون 4 نفری و باید زنده بمونی. لفورده ساخته استودیو والف، دیگه قد گوزم از گیم بدونی قطعا با یک حبازی های استودیو خاطره داری، مثل هالف لایف، لفورده، کانتر. کانتر رو نشناسی، تو ایرانی نیستی بشن. بذار واضح تر بگم، اگه دوست داری با دوستات جمع بشین دوره هم چارتایی برید یه لشکر زیادی از زامبی ها رو جر بدید از وسط پاره کنید، میتونین برین این بازی رو با خیال راحت بازی کنید. بازی برای کامپیوتر و ایکس باکس عرضه شده ولی برای پلی استیشن نیومده. حالا یا میتونین آنلاین بازیش کنین یا بری گیم نت. کسی دیگه میره گیم نت؟ میشه تو کامنت ها بگین بهمون گیم نت های خوب اصفهان هم لطفا معرفی کنید. حالا خب چطورین؟ خوبین؟ ویدیو رو امیدوارم لذت برده باشین ازش. یه اسکلت خفن آخر ویدیو داریم. یه سوال، ویدیوهای ممنتو رو باش حال میکنین؟ آره. یه بخشیش شده دوبله محور، یه بخشیش مثل سبک قدیمی و همین ویدیو این مدلی داره پخش میشه، باش حال میکنین، لذت ببرین. حتما تو کامنت ها بگین نظرتون درباره این سبک چیه. خب همیشه ما کامنت ها رو داریم میخونیم، لایک میکنیم و نظراتون واقعا مهمه. همیشه باید نظر مخاطب رو پرسید و کانتنت را برای مخاطب تغییر داد. عشق منین، الانی که من دارم ضبط میکنم 64 کاییم، الان که پخش شده چقدریم؟ 100 کی میشیم فیس ریویل و بدبختیم. من بنابر محاسبات من ما بدبختیم، باقی 100 کی میشیم آماده فیس ریویل نیستیم، اما فیس ریویل رو میکنیم مطمئنا، چون قول دادیم. ما پاره میشیم ولی شما ما رو میبینین به موقع. همین عشق من، این اسکلت بیاد چوب بخیر. شرمنده دوستان، امروز برای اسکلت حقو مهمون اومده بود، منو باید تحمل کنید. یادتون باشه رفقا، همیشه شجاع باشی، اگه نیستیدم عداشو در بیارید، کسی فرقشو قرار نیست بفهمه. تا یه روز دیگه و یه نصیحت دیگه، روزتون بخیر، به درک شبه.